با سلام خدمت همراهان کانال نیوز اسپرت ایران امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. برد بی درد سر سامورایی ها، فینال زودرس ایران و ژاپن. تیم فوتبال ژاپن مطابق انتظار در یک بازی آسان و بدون دردسر توانست از صد شاگردان پیتزی عبور کند و حالا در یک چهارم نهایی در انتظار برنده بازی ایران و سوریه خواهد بود. پیش از اینکه تمام نگاه ها به بازی ایران و سوریه به عنوان آخرین بازی مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا دوخته شود، بحرین و ژاپن در ورزشگاه السمامه به مسافم می روند. موریاسو تیمش را با ترکیبی هجومی به میدان فرستاده و آنها به دنبال رسیدن به گل از همان دقایق ابتدایی هستند. البته از طرفی هم حواسشان جمع خواهد بود تا مانند بازی عراق روی توبهای ارسالی از جناهین مقابل یک تیم قیزیکی دیگر قافلگیر نشوند. شرح گل گل سوم ژاپن از یک تا سه در دقیقه هفتاد اوویدا که فعالترین بازیکن زمین بوده و یک گل به خودی و یک گل پنبه بحرین زده پس از اشتباهی که داشت بلافاصله با یک حرکت تکنیکی تماشایی دو سه بازیکن بحرین را پشت سر گذاشت و با شوتی که از میان پاهای لطف الله عبور داد گل سوم را به نام خود زد تا حالا با چهار گل زده یکی از مدعیان اصلی کسب به عنوان بهترین گلزن مسابقات هم باشه گل اول بحرین از یک تا دو در دقیقه 63 بحرین که پس از گل دوم برای جبران نتیجه پیش کشیده بود موفق شد روی ارسال یک کرنر و ضربه سر مهاجم خود که در ادامه با اشتباه سوزوکی و اوویدا همراه شد به گل اول دست پیدا کند و با امیدواری بازی را دنبال کند. ژاپن دو سفر بحرین در دقیقه چل و هشت اشتباه هزا علی مدافع میانی تیم فوتبال بحرین و پاسرو به عقب او در فشار مهاجمین ژاپن به کوه رسید و او هم با یک ضربه پای چپ به زاویه مخالف دروازه لطفالا را برای دومین بار باز کرد. این گل در ابتدا از سوی داور کویتی مردود اعلام شد ولی پس از مرور صحنه آهسته داور گل را صحیح اعلام کرد و در واقع تشخیص داد که پاس مدافع بهرین تحت فشار به کوبا نرسیده است. ژاپن از یک تا صفر بحرین در دقیقه سی و یک شوت سهمگین مایکوما از پشت محوطه جریمه به تیر که عمودی دروازه لطفالا برخورد کرد و در برگشت دو آن که از تله آفساید گریخته بود توپ را تصاحب کرد و با یک بغل پای چپ ساده در موقعیت تک به تک و در حالی که گلر بحرین هنوز از جا بلند نشده بود دروازه بحرین را باز کرد لحظات حساس دقیقه ده ضربه سر پر قدرت ایدا با واکنش بسیار خوب لطف الله سنگربان بحرین به کرنر فرستاده شد. دقیقه دوازده علی مدن در موقعیت تک به تک قرار گرفت ولی ضربه او توسط سوزوکی مهار شد و در ادامه کمک داور آفساید اعلام کرد. دقیقه 29 شوت علی مدن از پشت محوطه جریمه با شیرجه سوزوکی در اختیار سنگربان ژاپن قرار گرفت. دقیقه 60 ژاپن توانست روی یک حرکت تیمی زیبا به گل سوم مسابقه دست پیدا کند اما پس از به ثمر رسیدن این گل پرچم کمک بالا رفت و ویایار هم اون را تایید کرد دقیقه 60 ژاپن توانست روی یک حرکت تیمی زیبا به گل سوم مسابقه دست پیدا کند اما پس از به ثمر رسیدن این گل پرچم کمک بالا رفت و ویایار هم اون را تایید کرد دقیقه 77 این بار ریتسو دوان بود که به قلب خط دفاعی بحرین زد و با عبور از دو بازیکن اقدام به پاس رو به عقب کرد. توپ بار دیگر از بین پاهای لطفالا عبور کرد ولی در آخرین لحظات به او برخورد داشت کرنر شود. دقیقه 85 میتوما با یک حرکت تکنیکی العاده دو بازیکن بحرین را از پیش برداشت و در ادامه بازیکن هم تیمی رو در موقعیت تک به تک قرار داد ولی کنترل مینامینو خوب نبود و لطف توپ رو در اختیار گرفت. دقیقه 90 مثبت چهار آسان و مهاجم تازه وارد تیم ملی فوتبال ژاپن در موقع تک به تک با لطف برای گلزنی تلاش کرد ولی ضربه او با واکنش سنگربان بحرین به جایی نرسید. هاشیه ها ژاپن با کسب رتبه دوم گروه چهارم و بحرین با کسب مقام اولی گروه پنجم به این دیدار در مرحله یک هشتم رسیدند. سرشناس ترین قایب این مسابقه مینامین و ستاره موناکو است که از روی نیمکت کار را دنبال می کند. موریاسو به دلیل مصدومیت جزئی این بازیکن روی حضور ثابت او ریس نکرده است. برنده این مسابقه در مرحله یک چهارم نهایی به مسافه برنده ایران و سوریه می رود که از ساعتی دیگر آغاز می شود.